عربستان سعیش بر این بوده که سردمداری کشورهای عربی رو به خصوص کشورهای اهل تصنن رو داشته باشه. ولی الان بهترین فرصت هستش که ایران بتونه موقعیت ایجاد شده که بتونه روابطش رو مستحکم‌تر کنه با قطر. و اگر الان این رو استفاده نکنه مطمئن باشه اگر عربستان در کارش موفق بشه کشورهایی مثل عمان و اینها هر شکل بشون بعدا نوبت اونها خواهد بود، همونطوری که عربستان میدونیم که خودش عامل اصلی تروریست هست و هر شکل بشون وهابیت رو داره در جهان اسلام رشد میده. ارسال مواد غذایی که یک کمک به نظر من هم بشردوستانه است و هم تولید اشتغال و یک بازار جدیدی رو شاید باز بکنه، شاید قبلا بوده ولی شاید یه بازار جدیدی رو باز بکنه برای کشور ما و بتونیم به این صورت حداقل باز بازارمون رو به یک گوشه ای از جهان و حالا کشور حوزه خلیج فارس معرفی بکنیم و برای اقتصادم خیلی بهتره. با توجه به اینکه قطر موضوع انتقادی سرسختی نسبت به بشار اسد داره و به خصوص فکر کنم تلویزیون الجزیره، بعید میدونم در دراز مدت با توجه به اختلافاتی که سر سوریه دارن خیلی بتونن به هم نزدیک بشن. کلا قضیه قطر رو من خیلی جدی نمیگیرم، یعنی جدی نمیبینم در دراز مدت. کشورها نیستن که به نظر من ایران چشم طمع ویژه‌ای به جدال بین قطر با عربستان و اون کشورهایی که همراهیش میکنن مثلا بحرین، مثل حکومت امارات و مثل حکومت مصر و حالا کشورهای اقماری تر جهان عرب نداره، به این دلیل که ایران یک کشور کوچک نیست که بخواد خودش رو در شکافه های سایر کشورها جا کنه. عموما کشورهای کوچک سعی میکنن این کار رو انجام بدن، یعنی خودشون رو در عرصه دیپلماسی در شکاف های قرار بدن که این شکاف ها بین کشورها اتفاق میفته. البته که ایران پوزیشن مناسبش رو در این زمینه سعی میکنه در پوزیشن مناسب خودش رو قرار بده و یک نظاره‌گری فعال رو به نظر من اگر به نمایش بذاره این نظاره‌گری فعال میتونه براش تاثیرگذار باشه. شیطنت‌های توییتری در حال شیطنت نمود اختلافات قطر به عربستان از بودش بیشتره، کم کم حرکت میکنه به سمت اینکه میزان نمودش از بودش کمتر باشه و سعی میکنن این رو مشمول مرور زمان و و گذشت زمان بکنن. نگاه ایران به شکل نگاه فارغ از احساسات و نگاه بلند مدتی خواهد بود و حرکت نمیکنه به سمت اینکه اینو بدونید که بلا شک ایران در یک طرف ماجرا خودش رو تعریف نخواهد کرد. بدونید که این عاملی نیست که ایران بخواد خودش قربانی ماجرا بکنه و خیلی